پنجمین دوره مسابقات ملی پایان نامه 3 دقیقه ای با اولین دوره مسابقات کتاب 3 دقیقه ای، دو رویداد سترگ در سپهر علم و فرهنگ کشور. 31 نفر به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کردند و 6 نفر هم در مرحله پایانی ما در خدمتشون هستیم، کسانی که از پایان نامشون بناست برای ما اینجا ظرف مدت 3 دقیقه دفاعی بکنن در چارچوب های این مسابقه. در سپتامبر 1940 348 جنگنده آلمانی از کانالی گذشتند تا شهر لندن رو بمبارون کنند. به این روز میگن شنبه سیاه. بیش از 40,000 بریتانیایی جان خودشون رو از دست دادن و 1,000,000 ساختمان در لندن فرو ریخت. و نهایت بله، سپاسگزارم. مرسی از ارائه سرکار خانم ممنونم. مرسومین محمدی زن، واژه کوتاه اما با دنیای از معانی، موجودی قدرتمند در عین ظرافت و لطافت و نماد زیبایی و آفرینش. تقریبا 70 سال پیش نویسنده خوش‌ذوق ایرانی که از این آشفتگی و فقر فرهنگی و جهالت به تنگ اومده تصمیم میگیره انتقاداتش رو واضح بدون تعارف و با بیان عامیانه در قالب یک مجموعه داستانی در بیاره. نویسنده‌ای که همه ما اون رو به نثر در واقع خشمگین و عصیانگرش میشناسیم، جلال آل احمد، و نتیجه تلاشش کتابی است که پشت سر بنده میبینید. 4 سبز و 1 زرد میشود نظر داوران. به نام خدای تمامی زمانها و به نام خدای تمامی زبانها، شیمی جان رو من بیمیرم، گل خاخوران، گل براران، امیدوارم هر جا که ایسایید شیمی حال دیل خوب بیبه. کاش ابلا وارس و کرونا نوبو ام ماسکان شیمی صورت سر ننم و با ما بدانستم که شیمی روی ماه و لبخند زیبای بیدینم قوت قلبی بیبه می اجراره. من گیلکم، رگ و ریشم از گیلانه و قرار بود تمام اجرای من گیلکی باشه با زیرنویس فارسی، اما خب به دلیل اجرای حضوری تغییراتی ایجاد کردم و امروز هم با یک کتاب کاملا گیلکی خدمتتون رسیدم. کتاب ضرب المثل ها و اصطلاحات گیلکی اثر ابراهیم فخرایی. در دور زمانی که به شدت فرهنگ های بومی و زبان های ما داره کم رنگ میشه، وظیفه خودمون باید بدونیم که این زبان ها رو به نسل های پایین تر معرفی و منتقل کنیم. 2 کارت سبز و 3 کارت زرد تعلق میگیره به شیوه اجرای جناب آقای فضلی. جانانه تشویق بفرمایید. دنیایی کاملا کدر، بیرنگ و روح و سیاه و سفید رو در نظر بگیرید. دقیقا شبیه تلویزیون های سیاه و سفید گذشته رو یادتونه که بیرنگ. حالا یه مغازه کاملا بیرنگ و بیروح توی این تلویزیون رو هم در نظر بگیرید که تا حالا اصلا نور خورشید رو به خودش ندیده. حالا توی این دنیا، توی این تلویزیون بیرنگ، یه کودک به دنیا میاد، میخنده. اونم تو خانواده توآچی که نه تا حالا لبخند رو دیده و نه شادی. اصلا این خانواده تا حالا چیزی جز اخم و اندوه و غم و غصه رو نخواسته که انتخاب کنه. انتخاب این خانواده همیشه غم بوده و رنج. اما الن کوچولو واقعیه. الن به دنیا اومده توی این خانواده. چهار رأی سبز و 1 رأی زرد. خانم جوانی با درد و تورم پیشرونده در استخوان ران با نگرانی به پزشک ارتوپد مراجعه میکنه و متوجه میشه که مبتلا به تومور سلول غول‌آسا هستش. نگرانیش بیشتر میشه وقتی اسم این تومور رو میشنوه. اما پزشک بهش میگه خوشبختانه تو بیشتر موارد این تومور خوشخیمه، اما اگر پیش رونده بشه ریسک متاستاز وجود داره. بنابراین بهتر هستش که بیمار تحت عمل جراحی قرار بگیره و تومورش تخلیه بشه. در حین عمل جراحی پزشک یک چالش و سوال اساسی داره. حالا اگر تومور رو برداشت، حفره بجا مونده یا انقدر بزرگ هست که بیمار در معرض ریسک شکستگی بعد از عمل باشه، یا نه حفره کوچک هست و بعداً بالش طبیعی بافت استخوانی پر میشه. ما مدل هایی بر مبنای هندسه واقعی استخوان ران بعد از عمل جراحی با تومورهایی با اندازه ها و مکان های مختلف رو شبیه سازی کردیم. برای اینکه تا حد امکان شرایط داخل بدن رو شبیه سازی کنیم، خواص غیر خطی و ناهمگن رو با کالیبره کردن طیف رنگی خاکستری تصاویر سیتی به چگالی به مدل هامون لحاظ کردیم و ریسک و ریسک شکستگی و استحکام هر مدل رو محاسبه کردیم. خیلی سبز رو دادن. زمین میراث پدرانمان نیست، بلکه امانتی از سوی فرزندانمان است.
حالا ما با این سوال مواجه هستیم. همه ما کلمه پسماند یا به اصطلاح عامیانه زباله رو بارها و بارها شنیدیم و کلی هم تولیدش میکنیم. به عنوان مثال توی تهران روزانه بیش از 7000 تن پسماند داره تولید میشه و این مشکل خیلی بزرگی رو به وجود میاره. مشکلاتی مثل انواع آلودگی ها، انواع بیماری ها و و و. حالا ما باید چه کار بکنیم؟ اینجاست که بحث مدیریت پسماند میاد وسط. مدیریت پسمان یعنی چی؟ مدیریت پسمان عین یک شمشیر دو لبه میمونه که یه لبش مدیریت صحیحه و اگر به درستی مدیریت بشه ما میتونیم علاوه بر دفن پسمان گزینه‌هایی مثل تولید انرژی، کاهش انتشارات و حتی سوداوری رو هم داشته باشیم. 4 رأی سبز و 1 رنگ زرد به شما و ارائه و اجراتون تعلق میگیره. بحث تصفیه آب از اون بحثاییه که روز به روز اهمیتش بیشتر میشه، چون منابع آبی جهان روز به روز محدودتر میشن. واسه همین پژوهش‌های خیلی زیادی انجام شده روی حذف انواع آلاینده‌ها از آب. اما من امروز میخوام از یک آلاینده خیلی خاص و موزی واسه شما صحبت کنم. آلاینده‌ای که دقیقاً ضد سیستم تصفیه آب عمل میکنه. سیستم تصفیه آب بر مبنای فعالیت باکتریایی، این آلاینده خودش ضد باکتریه، بله، آنتی بیوتیک ها، داروهای ضد باکتری معروف. 5 رأی سبز به جناب آقای مهندس یزدانبخش تعلق پیدا میکنه. سالانه در ایران حدود 30,000 نفر بر اثر مصرف آب آلوده متاسفانه جون خودشون از دست میدن و تأسف برانگیزه که 30% این تعداد مربوط به کودکانه. بحران آلودگی آب و مسائل مربوط به اون موضوع این پایان نامه است و باعث شد که دنبال راه حلی برای تصفیه آب‌های آلوده باشیم. ما ابتدا کاهج رو جمع‌آوری کردیم، آسیاب کردیم و طی فرآیندهای مختلفی 3 ماده ازش استخراج کردیم و با استفاده از اون 3 ماده 3 جاذب مختلف تولید کردیم. 2 برگه سبز و 3 برگه زرد. یک مرتبه جناب آقای ایرمانی رو تشویق بفرمایید. همزمان با پیشرفت‌های بزرگی که توی تکنولوژی، صنعت و کشاورزی اتفاق افتاده، آلودگی محیط زیست نیز افزایش پیدا کرده. یکی از مهمترین منابع آلاینده محیط زیست تخلیه فاضلاب‌های شهریه که از این فاضلاب‌ها حتی برای آبیاری مزارع نیز استفاده می‌کنند که در نهایت منجر به افزایش ورود فلزات سنگین به درون خاک میشه. 4 رأی سبز و 1 رنگ زرد، ماحصل تلاش سرکار خانم دکتر نوری. بحران سالهاست که شروع شده است. صدای بند آمدن نفس آب در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور عزیزمان ایران به گوش میرسد و استان سیستان و بلوچستان با بیش از 3000 روستای محروم از سامانه آبرسانی عمق خشکسالی فراتر از یک زلزله دارد. نزدیک به 15 سال پیش در گزارش ارتش آمریکا به این نکته اشاره شده که سرنوشت غرب آسیا به 2 منبع طبیعی وابسته است. 1 نفت به علت فراوانی و 2 آب به علت کمبود. ما در دانشگاه صنعتی شریف موفق شدیم دستگاهی با عنوان تقطیر غشایی بسازیم که امکان تصفیه انواع مختلف آبها رو دارن. 4 رنگ سبز و 1 رنگ زرد. نگاه و نظر اجمالی داوران نسبت به ارائه های مهندس، تشویقشون بفرمایید. خیلی از ما سوال میشه که اصلا این ارائه 3 دقیقه‌ای و معرفی 3 دقیقه‌ای کتاب و پایان نامه آیا ارزش علمی دارد یا نه. بسیاری از مطالب مهم علمی در حوزه‌های مختلف، در طب، در نجوم، در ریاضیات، در طبیعیات که علوم تجربی امروز هستش، در فلسفه و دیگر علوم، کتاب‌هایی نوشته می‌شد که این کتاب‌ها سعی می‌کردن خلاصه‌ای از اهم مطالب اون علم رو ارائه بکنن، یا اینکه کتاب‌های خیلی مهمی نوشته می‌شد بزرگانی که جایگاه علمیشون مشخصه در جهان اسلام و در جهان به طور کلی و همه ماها با اونها آشنا هستیم، میومدن این کتاب‌ها رو تلخیصشون می‌کردن. یه سرچ اگر بکنید توی کتاب‌های قدمای ما با این عباراتی که من عرض می‌کنم، الموجز به معنای موجز، مختصر، مفید، فراوون کتاب پیدا میشه. الوجیز، الوجیزه مثلا، خلاصه، تلخیص، اینها رو وقتی شما سرچ میکنید میبینید که فراوون کتاب پیدا میشه. این یعنی این که بزرگان ما به این اهتمام داشتن که اگر ما میخواییم ورود به یک علمی داشته باشیم، یک غیر متخصص میخواد ورود به یک دانشی داشته باشه،
باید ابتدا کتاب‌هایی رو بخونه که مختصر، مفید و فصیح و بلیغ مطالب اون علم رو بیان کرده باشه و از روی همین این کتاب‌ها رو می‌نوشتن. خیلی استفاده کردم از ابتکاری که آقای دکتر طیبی، جناب دکتر علیزاده، جناب دکتر اکبرزاده در سازمان جهاد دانشگاهی به خرج دادن و همینجا گفتگو می‌کردیم که این ایده شاید برای ترویج کتابخانی در گروه سنی کودک و نوجوان هم قابل تعمیم باشه، حتما با طول عرضی که براش مشخص بشه. به عنوان یه مهندس و فناور در مورد پایان‌نامه‌های 3 دقیقه‌ای، از نظر من همه پایان‌نامه‌ها پایان‌نامه‌های فوق‌العاده ارزشمند بودن و بنده کارت سبز به همه‌شون میدم، منتها خب داوران معیارهای خودشون رو دارن به لحاظ مباحث خوب و کاربردی بودن همه کارهای بسیار خوبی که در حال در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد انجام شده. استعدادها در شکل‌های مختلف باید به جامعه شناسونده بشن. حالا مقاله یه بحثی است که خب بردش در یه حوزه خاصی هست، ولی مسابقاتی از این شکل بسیار موثره که بچه‌ها رو بشناسونه. به هر مقاله رو گفتم آدمای علم خیلی علمی بیشتر بهش مراجعه میکنن، ولی کسی که مدیر هست این تیپ مسابقات و این تیپ قدرت ارائه دادن به بچه‌ها بسیار مهمه که هم کارشون رو بتونن خوب ارائه کنن و هم با ارائه خودشون به هر حال بتونن نظر کارفرمایان رو جلب کنن. به روی جایگاه هم میتونید بنویسید عکس یادگاری شما. بله، جانانه تشویق بفرمایید. تبریک میگم به سرکار خانم دین محمدی، سرکار خانم اولادی و سرکار خانم حمزه، برگزیدگان اولین دوره مسابقه کتاب 3 دقیقه کشور. سرکار خانم زهرا نوری، جناب آقای امیرحسین یزدانبخش. نفر اول سرکار خانم دکتر آزاده قوچانی.